چینل تو به نمایش غزنی بعد از گزارش های متفاوت داره که یک بخش از گزارش برمیگرده به فعالیت های حکومت محلی شهر غزنی و ما تلاش میکنیم که فعالیت های حکومت را به تصویر بکشیم. نقش ما در این گزارش صرف به تصویر کشیدن و همچنان مستند سازی میباشد. در اینجا ما تقریبا به ریاست ها یا اینچی نظامی هم داریم در کمیته، یعنی شاید باز از یا استفاده شد ولی سالا با وجه احسن مردم ما شما الحمدلله قد ما کار هستن بگیرد. دیگه از این پروسه خوشحال هستیم دیگه، مجبور هستیم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام، وقت تان بخیر. امیدوارم که صحتمند و سرحال باشین و ایام به کامتان باشد. امروز یک شنبه 14 جنوری 2024 است و ما در داخل شهر غزنی، اینجا بزرگترین صرافی شهر غزنی جایی که ارز تبادله می شود قرار داریم. طبق برنامه که سابق داشتیم امروز هم کمیته تغییر لوحه ها در سطح شهر غزنی آمده تا برای کسبکاران و همچنان دکاندارها پیشنهاد کنه و برشان فرصت بده تا لوحه هایشان که از کلمات خارجی مخصوصا عربی و انگلیسی به کار رفته اصلاح نمایند و این آخرین روز می باشد که کمیته تغییر لوحه ها برای هموطنان عزیز ما امروز این توصیه را میکند. از زای دل شما همچنان ما را بیننده باشین و میرم همراهشان بیشتر صحبت میکنیم. لوحه و تابلوهای تجارتی هستیم. کلمات و اصطلاحات که خارجی باشد در لوحه ها اونا باید تغییر داده شود و اصلاح شود. زیادتر کوشش کنیم از کلمات و اصطلاحات داخل وطن که دری و پشتو زبان خود ما از ما استفاده شود. در چی خودت حکمت زیا الکتریک است، وسایل برقی نه امو رو باز تغییر بدن. سیسته بخیر باشیم. برقی؟ وسایل برقی، مولات برقی، وسایل برقی. نام چی؟ امروز پروسه را اینا به پیش میبرن، چقدر خودت از این بابت خوشحالی؟ پروسه خو خوشحال هستیم که هرچی فرهنگ خود ما همی چیزان نویشش خوب است. خب بازم دیگه تکنولوژی پیشرفته است، مردم در یک حساب این چی که یک گپ میزنی چش رقم لغات کشمون عربی، انگلیسی، هر چیز استفاده مونن فهمیدی؟ دیگه از این پروسه خوشحال هستیم دیگه، مجبور هستیم دیگه. خب این گپ است که خیلی کسا شاید باشه خودتان بهتر میفهمین. جامعه افغانستان یک جامعه تقریبا مردم هنوز هم بیسواد است و فکرشان اونقدر بالا و مدرن نیست که کلمات خارجی را بفهمه. با مو خاطر اگر به نظر من وسایل برقی باشه شاید برای همگی قابل فهم باشه. او گپ خوب است، باید تموتر شو خود توکل به خدا، باید تموتر استفاده کنیم. خوب است. سلامت باشین، بخیر باشین. زنده باشین. اصدارات مختلف جناب، فقط این نمی کدام نام و اصطلاح خارجی باشه در لوحه ما باید اصلاح شود. شما سوپر است، الفجر است، دیگه چی بود؟ سوپر مارکت بخیالم بود. سوپر الفجر. یا سوپر یا الفجر خرابی است. الفجر همزو مگم خیر سگر. این یا خرابیم خارجی است دیگه. خارجی است. خارجی است دیگه از کشور ما. شما مربوط ما شما نمیشه، دری و پشت رو نمیشه. در لوحه ها، تابلوها
کوشش کنیم زیادتر از کلمه های خود دری و پشتو استفاده کنیم. سیست؟ مشکل خود نیستیم چون؟ خیلی ما مون نام مشخصات پنا میگرم توصیه هم بدن بگرم. وزیست خودت از این کار چی قدر استقبال میکنی؟ والا واقعیت دیگه از این کار ما کارم هم نیست دیگه خالی از مجبوری دیگه او قدر استقبال نمنو کارم ولی چطور خو از فرهنگ افغانی ما شما از زبان ملی ما شما مثلا استفاده شو بهتر نیست؟ بهتره چطور بهتر نیست؟ خب به نظر من که پرسی خیلی خوب است تو از کار گفتی ما تو از امی روان نگفتی دیگه از امی روان منظور پرسه منظور نظمی پرسه ما خوش است و بهترین خوب گپ است مقصد سوالت مرم گتوات نه خیر از کار خدا مهربان از کارم خوب میشه و گپاست حالا الحمدلله مستری داره بد نیست شکر کوش خود موسم خوب است عبدالوهاب دوستای عزیز شما قسمی که میبینین هموطنای ما از این پروسه استقبال میکنن و تلاش میکنن تا همی فرهنگ و همچنان زبان خود هویت خود را حفظ کنن و در این راستا تلاش نماین شما همچنان ما را بیننده باشین رستوران هم خارجی است، هتل هم خارجی است. ما فهمیدم ولی کلش خارجی است. هتل یک کلمه است که برای فعلا پذیرفته شده است. گرچه اگر شما فقط جایگزین هتل برم مسافرخانه و یا مایکور هنوز مردم از مسافرخانه کرده که هتل زیادتر مشهور است و مفهمان هم فهم شده. به او اساس بعض کلمات که نه دولت ترویج شدن شده داخل جلا وزیر بیرون بزرگ بود بخیر کار بعدی است که پس خدا مهربان روز برسه که جایگزین این کلمات را هم خود شما داشته باشه. دلار هم خارجی. بیننده های عزیز ما در کنار رئیس بی زحمتکش و پرتلاش اطلاعات و فرهنگ شهر غزنی جناب مولای صاحب حمیدالله نثار قرار داریم و بیشتر راجع به برنامه های تغییر لوحه ها به امرایشان صحبت میکنیم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. رئیس به محترم خوب هستین سلامتین؟ الحمدلله شما خوب هستین. تشکر سلامت باشین. رئیس به محترم راجع به می برنامه‌ای که گرفتین و تقریبا 3 هفته میشه در داخل شهر غزنی ادامه داشته یک معلومات برای بیننده ها بدین. بسم الله الرحمن الرحیم حمدا و مصلی علی محمد اولتر از هر چیز به شنونده ها و بیننده های یوتیوب چینل شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و بعدن مثل که شما اشاره دادین که از طرفی در مجموع در کشور به سطح وزارت ها یک کمیته به خاطر اصلاح تابلوها و لوحه ها نوشته شده خوشبختانه در غزنی ما الحمدلله یعنی تقریبا 3 هفته میشه که اینمی کمیته جور کرده ایم از ادارات مختلف یا کار میکنن خاطر ما همکار هستن یعنی الحمدلله شما شاید در این برنامه داشته باشین و دیده باشین از غزنی الحمدلله کار جریان داره و امروز هم روزی شد بود که امروز مشخص شد که نما جمع میشن و اصلاحات برای مردم اینچی میکنن و بسیار خوب رئیس هدف شما رئیس از همچون کارها و فعالیت های شما چی میباشه؟ در مجموع چون شما خود میپانیم متاسفانه چون ما در سالهای 40 خصوصا در 20 سال ما بدبختانه در یک جنگ فکری و زبانی هم سر ما متوجه بودیم ولی خوشبختانه فصل از امارت اسلامی افغانستان امارت در این تلاش بودن که باید ما همه چیزایی که از دست دادیم اونا ما را باید پس بگردانیم هدفشان در مجموع یک تنظیم متن لوحه ها و تابلوها مطابق شریعت و مذهب ما شما است الحمدلله و جلوگیری از مثلا لغات و اصطلاحات خارجی یعنی اینا باید جلوگیری شود و همچنان استفاده از کلمات داخلی یا زبانهای ملی ما شما الحمدلله ما شما یک زبان ملی داریم و زبانهای ملی که ما است و همو زبانی هست که هر چیز در او داخل است ولی ما نیاز نداریم که مثلا اصطلاحات انگلیسی یا انگلیسی در اینجا درج کنیم وقتا نخواسته باز داینده ما شما دوچار یک مشکلی اینچی باشیم اینه در مجموع همه چیزا هست بسیار خوب رئیس یک نکته دیگر که میخوایم یادآوری کنم در بعضی جای ما متوجه شدیم مثلا برگر فروشی و چپس فروشی حضرت ابوبکر صدیق یا مثلا سلمانی حکیم صنایعی
نظر شما و همچنان فعالیت شما در این قسمت چی می باشه؟ چی برنامه تو در این قسمت شما؟ واقعا نمیت چیزا هم هستن، بعضی کارهایی هستن که اونا ما ظاهرا کارشه، مثلا یک قسم با اونا مایی که کسای تاریخی باشن قضیا مناسب نیستن، مثلا مسلمانی پلانی یا مثلا امریکم که شما یادآور شدین، به نظر ما اینا میون باید جلوش گرفته شوه یا اقلا به مردم هم فهمانده شوه که یک کاری غیر مناسب است، به خاطری که هم کسایی که ما الحمدلله کسای تاریخی داریم و کسای مطرح و علمی داریم در عموم در کشور، باز در غزنی اگه خدا نخواسته تا یک چیزی باشه که مثلا سلمانی حکیم سنایی خدا نخواسته این تجهیزا باشه، دمی ما در این نظر هستیم و کمیته هم قد زید مشوره کردیم که کمیته که نمیتونه ما هم که مثلا با یک کاری مناسب نباشه با پامانده شوه و ذهنیتشان هم برقم جور شوه که در بدیل شوه برایشان انتخاب کنه. مثلا ما الحمدلله اشخاص تاریخی داریم در هم اقوام داریم، الحمدلله اشخاص علمی داریم و اونا ما باید مطابق یعنی پرهنگ و رسوم ما شما برابر شوند. جناب رئیس، یک تعداد مراکز آموزشی بیشتر از لغات عربی و یا لغات انگلیسی به کار رفته در نمایشان، در این قسمت شما چی برنامه و پلان دارین؟ در این رابطه خود ما اگر بگویم از خیلی وقتا متاسفانه ما بعضی اصطلاحاتی داریم که اونا ما از طرف مردم یعنی در جامعه مثلا پذیرفته شده، یک واقعیت است. مثلا امی بایسکل، اگر ما شما بایسکل یک اینچی کلمه است ولی در اینجا حالی پذیرفته شده، شاید امی تجزا در عربی هم باشه یعنی که در افغانستان مثلا در مردم ما شما پذیرفته شده باشن، ولی ما تلاش ما همی است که کدام اینچی نامایی که نو ما در این رابطه خیلی کوشش شوه و چیزایی که مثلا در 20 سال پذیرفته هم نشده ولی بازم مردم استفاده میکنن اون امور باید جلوگیری شوه و دور شوند، و چیزایی که مثلا پذیرفته شده خب شاید حالی تغییرش خیلی سخت است ولی بازم ما کوشش میکنیم و شاید به موضوع در سطح کشور باشه که در اینده بخشش نامی چی باشد، ولی ما حالا همیال میداریم بعضی نامای عربی است و انگلیسی است و متاسفانه پذیرفته شده از طرف مردم. بسیار خوب رئیس، بعضی کلمات است همین روز ما در بازار بودیم همراه کمیته، تقریبا مطابقمو یک لغت در فارسی وجود نداره مثل دیجیتال و بعضی کلمات دیگه است، در این قسمت دیدگاه شما چیه؟ به نظر ما داره بعضی چیزا، مثلا ما شما زبانی خیلی اینچی داریم، زبانی پشتو و دری یا فارسی ما شما که هست الحمدلله یک زبان چی است؟ ایتا نیست که خدا نخواسته در اون نباشن، ولی شاید ما شما متوجه نباشین. کسای علمی مثلا از یک بخش مراجعه کنم مثل استادای فانتون یا علوم اکادمی و اینا، ما اگه ما شما مراجعه کنیم یا در خود ریاست ما انشاءالله فایده میشن. در دیجیتال هم این چی است؟ بدیل شد زبان ملی ما شما هست، و اقلا نه که در زبانهای ملی ما شما نباشن، زبانهای محلی ما که ما در افغانستان الحمدلله دیگه زبان هم داریم مثل زبانی ترکمنی و ازبکی و پشهی، اگر مطابق اونا باشن هیچ مشکلی نیست. بسیار خوب رئیس، همین کسایی را که برایشان توصیه میکنین دکاندارا، باز بعد از چی قدر مدت بعد اگر اینا تغییر ندن شما اقدام میکنین و خود شما تغییرات را ایجاد میکنین؟ واقعیت همین رقم است که ما چون یک روز من در رأس اینچی بودم، باز اینجا کارهای ما زیاد است دیگه، چون نیمی کمیته و سرپرستی ریاست لات فرهنگ است، کوشش ما همی است که باید مردم ما شما خودشان ذهنتن همی تماده شوند که اینمی را تغییر بیتن، و فاس از او باز ما کوشش میکنیم که مثلا توصیه نامه باشان نوشته میکنیم، پس اگر ما تقریبا مجبور شویم باز حتما هم کاری که مثلا مطابق حصول و قوانین باشه و ما خودش اجرا میکنیم، و در اینجا ما تقریبا ریاست ها یا اینچی نظامی هم داریم در کمیته، یعنی شاید بازازی ها استفاده شود ولی انشاءالله با وجه احسن مردم ما شما الحمدلله قد ما کار هستند در این رابطه. دقیقا جناب رئیس، در آخر پیام و گفتنی شما برای مردم شهر غزنی چیه؟ پیام برای مردم غزنی در مجموع کل اقوام مختلف غزنی الحمدلله که اقوام افغانستان در اینجا است، برایشان همه که فضای اخوت و برادری با هم کار کنن و با یک دیگر همکار شوند، بدبختانه یا متاسفانه در 20 سال برای اختلاف اقوام و مذاهب مختلف در اینجا کار شدند، یعنی حالا باید یا با هم شوند و
خدا نخواسته اگر کدوم مشکل وجود داشته باشه اون امور به اتحاد و اتفاق این چی کنه. و دیگه از مردم خصوصا در این رابطه که شما همین برنامه را ثبت کردین، خواهش ما همی است که مردم باید با ما همکار شوند، با آگاهی هم و در این رابطه که مردم بپهمانند که این یک کار ملی ما و شما شو و حفاظت از زبانهای ملی و حفاظت از آبیدات تاریخی و ساحات باستانی یا مثلا از منافع ملی یک وظیفه شخص نیست، نه وظیفه تنها دولت است، بلکه در مجموع این وظیفه هم نظام است و هم ملت است و هم دولت است. در مجموع باید ملت و حکومت با یک دیگر همکار شوند و باید دارنده دست خود بگیرند. خیر باشید. سلامت باشین رئیس محترم، از اینکه بر ما وقت دادین. سلامت باشین، زنده باشین. دوستای عزیز، شما همچنان جریان گزارش را بیننده باشین. بگم که ما از کجا مرگان آمده ایم، کمیسیون است. این کمیسیون است در سطح کشور از طرف رئیس وزاره نظر به هدایتش از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ می قانون تحصیل آقای در سطح کشور نافذ شده، یعنی جور شده، پاس شده. و ما این کمیسیون از ده ارگان که تشکیل شده فقط آمده ایم در اینجا لوات دیدیم، کارگاران دیدیم، خیلی خوشحال شدیم که غزنی ما خیلی قدر انکشاف کنند. ما خوش میشیم که جوان ها رو میدونیم در کار مشغول است. منطقه آموزشگاه پاور، پاور خودش کلمه چیست؟ پاور کلمه انگلیسی است. به می خاطر ما به خاطر امدی توظیف شده ایم. اگر در جایزی یک کلمه که سوچه از دو زبان ملی کشور ما باشد، دری و پشتو اگر انتخاب کنی در کار بارد برکت، چی بدی داره؟ هیچ بدی هم نداره، ان شاء الله کارم میکنیم. بله صاحب، کمیسیون هم کار است. بله صاحب، بس وقت دولت کمیسیون هم کار است. مشکل نداره، بخیر بشه. بس بیادر جان، خودت از این پروسه چقدر استقبال میکنی؟ ما از این پروسه 100% استقبال میکنیم، به خاطر پیشرفت و ترقی فرهنگ ما، از زبان ما از باید ترویج شود، در سطح کشور ما باید این پروسه عملی شود. سلامت باشین، بخیر باشین. چند نفر اینجا باز مصروف یادگیری آموزش موبایل هستند؟ اینجا خوب فرق میکنه، تایماشون چون فلان طرف چاشت است، دیگه ما شاگردای ما نیست که روزخط شده و حدودا تا 50 نفر اینجا ما روزانه تدریس میکنیم برشون. معمولا تا چی مدت اینا باید در اینجا یاد بگیرن که بتوانن هنر یاد بگیرن؟ اینا فرق میکنه، بعضشون 3 ماه 4 ماه، چون دوره های ابتدایی داریم، متوسطه و عالی داریم، هر کدومشون. باز ماهانه چند فیس میگیرن از اینا؟ از اینا حسابشان فرق میکنه، چون بعض سیستم هایی که هست که بسیار سیستم های پیچیده هستن، سیستم های ایران هستن که در اینجا تدریس میشن و اونا تقریبا ماهانه 1500 الی 200 افغانی 2000 فیس هست. سلامت باشین برادر عزیز. زنده باشین، تشکر از شما. باشین دوستای عزیز، خود شما با تصویر میبینین که همه مردم از این فعالیت و همچنان اقدام امارت اسلامی خیلی خوشحال هستن و در جهتی تطبیق فرهنگ افغانی و زبان ملی همگی تلاش میکنن، کوشش میکنن که آن را در جامعه و همچنان در بالای خودشان پیاده بسازن. دوستای گرامی، شما همچنان ما را بیننده باشین. بیننده های عزیز، قسمی که شما در جریان یک کمیته در سر تا سر افغانستان به رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ ساخته شده که در این کمیته ریاست استخبارات، قماندانی امنیه،
و همچنان ریاست صحت عامه، ریاست تجارت و صنایع و بعضی ریاست های دیگه هم هستند که حضور دارند و هدف از ریاست ها تغییر لوح ها از کلمات خارجی به فارسی می باشه. این کمیته تقریبا نزدیک به یک ماه میشه که کارش آغاز شده و چند هفته دیگه هم طول میکشه و برای هموطنان عزیز ما یک فرصت داده میشه تا اینا امو لوح های خارجی خود را اصلاح نمایند و به جای آن از کلمات فارسی استفاده کنند. شما همچنان ما را بیننده باشین و ما امرای پرسنلی که مسئول تغییر لوح ها میباشند بیشتر میریم و شما بیننده باشین که اینا چی توصیه به هموطنان عزیز ما دارند. خوشحالم سه خیر است. اجازه سب مگه فکر میکنی که دی کمی دی لوحه و تبلیغان دی اصلاح کمیتی غریو اصلا مختلف دارات سخا جور سویدی مرکز کم سب نور ولایت کم سب کار را شروع کرده. سر فرق کلمی او اصلاحات سه خارجی دی که انگلیسی دی که عربی دی دا باید لوحه که پاکسی و روز پروز باید بیدی باید کار روسیم تاست نور لوحه که مشکل نست سر فرق لیمیتر چیده اگه که اصلاح که جیر بخیی لیمیتر خوشحال هستم. موږ به تاسو نوم او مشخصات ځان سره ملکم تاسو یو توصیه هم درکوم ورخه نو کوم تاریخ ټاکل کی تاسو بیا تر تاریخ پر دغه اصلاح کی خوشحال خوشحال کوم ودا نازیو چیر سره اخري مړی رسر وز تاسو په دغه نیک اقدام باندې موږ هم د خارجي الفاظو باندې ولا کډونه خوشاله خوځ دا یو رواج ګرځي دا یو سید نو بده خوشاله خپل دی وطن کار د خپل ځبه د خپل کلتور د خپل ایمات دي دي باید موږ تاسو ټول ګډ سره ایمایتو او ان شاء الله کوي نو ماجی اختر ماما بیننده های عزیز این بود گزارش ما که خدمت شما تقدیم شد. جهان سپاس که تا این دقایق ما را همراهی نمودین. دوستان گرامی تا گزارش بعدی شما را به خداوند پاک می‌سپارم.